در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از آخرین تحولات عراق، انفجار یک خودرو در تنسی آمریکا، آمارهایی از خسارت غزه از محاصره طولانی مدت و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه ششم دی ماه تعداد مبتلایان کرونا در جهان به 80 میلیون و 400 هزار نفر رسید و شمار بهبودیافتگان نیز از 56 میلیون و 600 هزار نفر فراتر رفت. تا کنون حدود 1 میلیون و 760 هزار نفر نیز جان خود را از دست دادند. همزمان با گسترش گونه جدید کرونا در انگلستان، این کشور در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه مبتلایان و فوتی‌های این بیماری روبرو شده است. در حال حاضر حدود 6 میلیون نفر از مردم کشور در قرنطینه قرار دارند. طبق اعلام مقامات فرانسه، لبنان و ژاپن، تعدادی از شهروندان این کشورها به نوع جدید ویروس کرونا آلوده شدند. به دنبال آغاز واکسیناسیون کرونا در عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اولین دوز این واکسن را دریافت کرد. از سوی دیگر برای نخستین بار در دو ماه گذشته تعداد مبتلایان روزانه آمریکا به کمتر از 100 هزار نفر کاهش پیدا کرد. تعداد مبتلایان این ویروس در روسیه به مرز 3 میلیون نفر رسیده. این کشور همچنان با روند افزایشی مبتلایان و موارد فوتی روبروست. مقامات فرانسه هم از مرگ 159 بیمار مبتلا به کرونا در روز جمعه خبر دادند که کمترین میزان مرگ و میر در این کشور طی دو ماه گذشته محسوب می شود. آرژانتین نیز توانسته تعداد مبتلایان روزانه خود را به کمترین میزان در 3 ماه گذشته برساند. اما آمارها حاکی از وخیم شدن شرایط کرونا در مکزیک است. در شرق آسیا هم کشورهای کره جنوبی و ژاپن به ترتیب از شناسایی بیش از 1200 و حدود 4000 مبتلای جدید در روز جمعه خبر دادند که بالاترین آمار مبتلایان روزانه این دو کشور از ابتدای همه‌گیری است. طبق اعلام وزارت بهداشت ترکیه، همه مسافرانی که قصد ورود به این کشور را دارند باید نتیجه تست منفی کرونا خود را ارائه دهند. کشورهای مکزیک، شیلی و کاستاریکا نیز واکسیناسیون گسترده در برابر کووید 19 را آغاز کردند. انفجار و اعتراض در عراق. تیم اطلاعات امنیتی عراق روز جمعه از وقوع انفجار در مسیر کاروان ائتلاف آمریکا در جنوب عراق خبر داد که در پی آن یک نفر زخمی و خودروهای کاروان نیز دچار خسارت شدند. این چندمین انفجار در مسیر کاروان‌های نظامی آمریکا در روزهای اخیر است. همچنین پس از آنکه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، از دولت درخواست کرد در پی حمله موشکی اخیر به سفارت آمریکا در بغداد حالت فوق‌العاده اعلام کند، دو هنگ از نیروهای ویژه وارد بغداد شدند. مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، از آمادگی دولت خود برای رویارویی قاطع با گروه‌های شبه نظامی در این کشور خبر داده است. از طرف دیگر، صدها نفر از مردم این کشور در استان زیغار علیه دولت و وضعیت نامساعد اقتصادی تظاهرات کردند. معترضان علاوه بر محکوم کردن کاهش قیمت دینار در مقابل دلار، خواهان ایجاد اصلاحات و مجازات افرادی شدند که معترضان را به قتل رساندند. اعلام عمدی بودن انفجار یک خودرو در تنسی آمریکا. پلیس آمریکا اعلام کرده است که انفجار خودروی پارک شده در شهر نشویل واقع در ایالت تنسی آمدانه بوده است. بر اثر انفجار این خودرو که صبح روز کریسمس اتفاق افتاد، 3 نفر زخمی شدند، یک ساختمان فرو ریخت و چند خودرو آتش گرفتند. همچنین شیشه های ساختمان های خیابان مجاور خورد و خساراتی به مغازه‌های محلی وارد شده است. منابع محلی اعلام کردند بقایای یک جسد در محل انفجار پیدا شده است. قرار است پلیس فدرال آمریکا در روند تحقیقات این حادثه شرکت کند. مرگ دست کم 26 نفر در حادثه غرق شدن کشتی در اوگاندا. بر اثر حادثه غرق شدن کشتی در دریاچه آلبرت که در مرز اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد، دست کم 26 نفر جان خود را از دست داده و 21 نفر نجات پیدا کردند. وزش بادی قوی باعث زیر آب رفتن کشتی شده است. حضور شهروندان دو کشور اوگاندا و کنگو در میان قربانیان تایید شده است. در حادثه ای دیگر در سواحل تونس، حدود 20 مهاجر آفریقایی که قصد داشتند از دریای مدیترانه به اروپا بروند، بر اثر غرق شدن کشتی جان خود را از دست دادند.
خسارت میلیاردی به غزه در نتیجه محاصره. طبق اعلام کمیته مردمی مبارزه با محاصره نوار غزه، محاصره تحمیلی رژیم صهیونیستی در سال 2020 باعث ایجاد خسارت 1.5 میلیارد دلاری به این منطقه شده است. محاصره 14 ساله این باری که شرایط انسانی، بهداشتی و اقتصادیش را با وضعیت وخیمی روبرو کرده که با شیوع کرونا وخیم‌تر شده است. در حال حاضر بیش از 85% از ساکنان نوار غزه زیر خط فقر هستند. عقب نشینی دولت ژاپن از اعطای بیشتر پست‌های مدیریتی به زنان. دولت ژاپن اعلام کرده برنامه و هدف این کشور برای ایجاد برابری جنسیتی در پست‌های مدیریتی تا 1 دهه به تأخیر افتاده است. حدود 2 دهه پیش دولت ژاپن در قالب برنامه‌ای اعلام کرده بود که زنان ژاپنی باید حداقل 30% مناصب مدیریتی را تا سال 2020 در اختیار داشته باشند. اما تا روزهای پایانی سال 2020 کمتر از 15% زنان این کشور در این پست‌ها قرار گرفتند. دولت ژاپن مجدداً فرصت خود را برای انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی تمدید کرده و تلاش می‌کند در نزدیک‌ترین زمان ممکن در دهه آینده به هدف 30% تعیین شده برسد.